اسامیدین نبیف برادرزاده دانا نبیف را حکم دادگاه و عیبی ایلان شدن نسبت امک 80 سالش دهشت زده کرده است. به گفته اسامیدین پیرمرد گناه ندارد و تنها موافق امکان خود به آدمان کمک می کرد. و از جمله به خویشاوندان و نزدیکان نیازمند حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی خوراک و مبلغ کمک می برده است. همچنین گفته می شود که از خانه او دو کتاب اسلامی محتوایش ممنوع دریافت شده است. گناهشون همی که رسوندن همون مبلغایی که ای طرف خانواده همون زندانی ها با او روان کرده شد همون را برده رسوندن همچون امانت همون را برده رسوندن خیلی بعد که همچون که دیندار داننده و چی بود یک دو کتاب شد. نزدیکان دانه نبیف باور دارن که او بیگناه هست. به گفته اسامیدین 7 سال زندان برای امک پیرش برابر به حکم قتل است. نسبت همین چیز بینه همین سلامتی من بینه امکانیت باشه یک اون جزای دادنی باشن اگر همین کروی من همچون کمک پلی به نیازمنده گفته. وزارت امور داخلی با نشر بیانیه در سامانه رسمیش گفت دانا نبیف را بیگناه جزا ندادند. وزارت گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی با گناه افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج به 7 سال زندان محکوم شده است. مبلغ های پولی از طرف خدمات مخصوصی دولت های معین جدا شده را طریق استفاده مسیر انتقال های مبلغ ها از کشورهای سیوم قبول نموده، آنها را برای پهنکنی غایه های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف میکرد. مقدار معین مبلغ ها را توسط ناحیه 5 ولایت ختلان جهت دستگیری مالیوی اعضایان قنات جنگی تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی جماعت انصار الله به جمهوری اسلامی افغانستان انتقال داده است. قسمی باقی مانده مبلغ ها را برای منفعت های شخصی خود استفاده کرده است. این بیانیه وزارت امور داخله بعد تنقید های زیاد مقامات تاجیکستان برای زندانی کردن یک پیرمرد 80 ساله نشر شد. حکم پیرمرد سال خورده که به گفته نزدیکانش فقط به خاطر زنده ماندن نیازمندان و محبوسان به آنها کمک می کرد و واکنش زیاد به بار آورد. جمشید یوروف رهبری بنیاد بزرگمهر یوروف و حقوقشناس سازمان بین المللی حامیان حقوق هیومن رایتس ویژن میگوید همه این عیب و پرونده به واسطه یا به واسطه به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و اعضایان آن ربط دارد. بازداشت دانا نبیف یک چند پیام دارد. آن هم به مخالفین و هم به آنهای روانه شده است که در تاجیکستانند و یک نوع از زندانیان سیاسی جانبداری و به آنها همدردی میکنند. این بازگوی آن است که حکومت فشار و سرکوب سازی مخالفان دولت و خویشاوندان و نزدیکان آنها را ادامه خواهد داد. سال پیش گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت خودسرانه پرونده بعضی از اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را بی اساس شمرده به آزادی فوری آنها دعوت کرده بود. مقامات تاجیکستان این طلب را رد کردند.